با زندگی فرشته عالمی دختری با همت و پرتلاشی که امروز یکی هست هنرپیشه های موفق سینمای افغانستان هست آشنا شوید و برای معلومات بیشتر شما باید گفت فرشته حلمی امان دختری هست که شکار کمری مخفی شده بود و آن هم در روز عاشقان که در امان جریان برنامه مسعود فنایی نیز یک سیلی محکم از دست فرشته جان خورده بود. پس آلبوم باشید و با جزئیات زندگی این جوان موفق کشور ما آشنایی بیشتر پیدا کنید که از کجا به اینجا رسیدم. سلام مخاطبین نازنین، قبل از شروع این بیوگرافی باید گفت همچون زندگی های پرمشقت برای ما و شما یک درسی خوبی بوده میتواند که در زندگی با مشکلاتش مبارزه کرد و هیچ وقت از مبارزه نباید دست بردار شد و خود را تسلیم بدبختی ها کرد. فرشته امان دختر معصومی هست که در 10 سالگی به گفته های خودش عروسی کرده و آن هم با یک مرد موسن. پس فرشته عالمی چی طور از آن زندانی با مشقت تا اینجا رسید؟ فرشته عالمی در سال 1376 در شهرستان دولت آباد ولایت بلخ افغانستان به دنیا آمده. ایشان 8 خواهر خردتر از خود و 1 برادر دارد. فرشته که به علت ازدواج اجباری در سن 10 سالگی با یک مرد بزرگسال مجبور شد مکتب را ترک کند، چرا که زندگی زناشویی وی به دلیل افزایش خشونت تنها 6 ماه طول کشید. سپس به پناهگاه زنان رفته و مدت پس از زندگی در آنجا تصمیم میگیرد هنرپیشه شود. به همین دلیل جهت آموختن این پیشه به کابل برمیگردد، ولی بدبختانه تهدیدها علی وی به ویژه پس از ایفای نقش در کلیپ های تبلیغاتی زیاد می شود و نگرش اطرافیانش نسبت به وی نیز تغییر می کند. اما عشقی که وی نسبت به پیشهش دارد با آن همه تهدیدهایی که در مقابلش می شد انوز هم بخواست و افزایش مهارتهایش ادامه می داد. با وجود این همه بدبختی هایی که در زندگیش اتفاق افتاده، هنوز هم با زندگی مبارزه و در مقابل مشکلات استقامت می کند. فرشته با درآمد ماهانه خود سعی می کند تا نیازمندی های فامیل خود را تأمین کند و یگانه علتی که وی را وادار ساخت تا به هنر سینما رو آورد این است که وی می خواست یک انسان متفاوت باشد و با انسان‌های دیگر فرق داشته باشد، حداقل فردی باشد که صدای خود را به خاطر زنانی که در برابرشان خشونت می‌شود بلند کند. بالاخره به این نتیجه رسید که اگر نمی‌تواند به همچو خانم‌ها کمک مالی کند، از طریق سینما می‌تواند صدای خاموششان را بلند کند و فرشته بیشتر در نقشای کار کرده که در دفاع از حقوق زنان مظلوم، مبارزه علیه فساد و خشونت در برابر زنان بوده است. خواست ما از نشر همچو داستانها این است تا هیچ خانم خود را ناتوان در مقابل مشکلات زندگی احساس نکند، چرا که خواستن توانستن است و زندگی فرشته عالمی خود یک مثال خوب برای دیگر خانم ها می باشد. خوب دوستان نازنین، این بود یک داستان واقعی از زندگی فرشته جان عالمی. اگر شما دوستان نیز در این مورد نظری داشتید لطفاً در کامنت بنویسید. تا برنامه های بعدی خدا نگهدار. با احترام خوشبو تیوی.